بنا گفتن نمانه که همین لحظه مهمان عزیزی را با خود داریم از طریق اسکایپ، استاد پاهنتون اسماعیل روشنگر و تاریخدان عزیزی که میخواین صحبت های خوبشان را در ارتباط با پیشینه شب یلدا همراه ما شریک بسازن. اینکه چی گفتنی ها دارن در رابطه با طولانی ترین شب سال از زبان خودشان میشنیم. رستم جان بریم به طرف میمان که زیاد منتظر نمانه. بله روی جان سلام و صبح خیر تقدیم میکنم خدمت استاد اسماعیل روشنگر. صبح شما بخیر، بسیار خوش آمدین به برنامه. بسم الله الرحمن الرحیم، صبح شما هم سلامت باشین، خوشحال هستیم از حضور شما در برنامه. ابتدا استاد میشه بر ما بگوین در رابطه با تاریخچه شب یلدا که چگونه شب است و از چه زمان ما در افغانستان این شب را تجلیل میکنیم؟ خدمت شما عرض شود شب یلدا بخشی از فرهنگ تمدنی کشور ما را تشکیل میده. کشورهای مثل افغانستان، ایران، تاجیکستان، ازبکستان و حتی تاثیرش بر مجموعه کشورهای آسیای مرکزی بوده و شب یلدا از نقطه نظر تاریخی مثل که در سایر کشورها جشن میگیرن و یک زمان را به خاطر آغاز تاریخ بنیانگذاری کردن و مطرح کردن، مثل 25 دسامبر که میلادی در قرن 4 میلادی تولد حضرت عیسی در نظر گرفتن. مسلمانان همچنان خصوصا تحولاتی که در کشورهای اسلامی میآید و خصوصا فرهنگ تمدنی آریایی ما و زردشتی ما آسیب پذیر میشه، و اما با آن هم این بخش کهن فرهنگی ما تشکیل میده. تاریخ برمی‌گرده به 2000 سال قبل. این شب یلدا ریشه در فرهنگ زردشتی دارد و ما دو جشن داریم در فرهنگ آریایی و تمدنی خود، یکی جشن نوروز است و یکی هم جشن شب یلدا است، که یکی در صبح تجلیلش آغاز میشه و یکی هم از شب آغاز میشه. فعلا ما در افغانستان تجلیل شب یلدا داریم که در این شب در حقیقت ما مهمترین کار را انجام میدیم این است که بله خب تشکر میکنم از استاد که در رابطه با تاریخچه شب یلدا هم صحبتشون با ما شما شریک کردن و گفتن که ما از یک روز که به نام روز نوروز یاد میشه یا هم سال نو تجلیل میکنیم و روز بعدی و شب که ازش بیشتر تجلیل صورت میگیره در فرهنگ ما شب یلدا است که پیشینه تاریخی بسیار زیاد در افغانستان داره و مردم از طرف شب تا ناوقت ها دور هم میشینند و کوشش میکنن که از میوه های خوشمزه مثل انار و تربوز استفاده بکنن، دهنشان را شیرین بکنن و قصه های بسیار زیبا و شیرین را با دوستایشان در میان میگذارن که لحظات خوبشان را دور هم جشن میگیرن. خدا کنه که همه شب های شما عزیزا هم مثل شب یلدا زیبا و قشنگ باشه. بازم ادامه صحبت های استاد را می داشته باشیم در برنامه و استاد میشه بگوین که یک تعداد از مردم هم به این باور هستند که نباید از چنین شبها یا هم از روزهای مثل سال نو تجلیل صورت بگیره. دید شما در این رابطه چی هست؟ آیا ما میتونیم که فرهنگ خود را به نحو نادیده بگیریم و از این شبها یا هم روزهای بخصوص تجلیل نکنیم، یا ای که تجلیل کردنش کدام مشکل نداره؟ البته تجلیل از نوروز و تجلیل از شب یلدا در حقیقت تجلیل از جشن طبیعت است و ما چون در آستانه تجلیل از جشن یلدا قرار داریم، تجلیل چنین شب بر اساس فلسفه وجودی آن اصلا مشکل نداره. مثلا ما در این شب بر اساس آن چیزی که انسان یک موجود اجتماعی است، خصوصا با هم یک جا میشن، نشست میکنن و در چنین نشست های با هم موضوعات مثل شعر و موسیقی مطرح میشه. یعنی به هر اندازه که ما بتوانیم در یک شادی به سر ببریم سبب بهبود زندگی ما میشه و فلسفه و هدف شب یلدا مثبت و بهتر است و میشم از این شب ما تجلیل کنیم. بسیار خوب استاد، میشه بگوین که پیام کلی شب یلدا به مردم چه هست؟ شب یلدا شب است که در حقیقت پیام عمومیش است که ما میتونیم، مهمترین موضوعش سلامتی انسان است که در این شب در حقیقت ما با هم جمع میشیم سر یک سفره و همچنین غذاهای مثل تربوز، خربوزه، انگور و سایر میوه‌جات، میوه‌های خشک و قصه های با هم انجام میدیم. به دلیلی که انسان قرن 21 به شدت یک انسان تنها است و به دلیلی که ما بتانیم از این تنهایی رهایی پیدا کنیم، میتانیم از طریق برگزاری
چنین جشنهای سبب وحدت اجتماعی خود شویم و همدلی و همچنان نزدیکی ما و همچنان دوستی و صمیمیت و مهربانی ما در شب بیشتر میشه و چون طولانترین شب ما گذشتاندیم و پس از این دیگر بر اساس فلسفه وجودی ازی چون روشنی بر تاریکی بر اساس فلسفه وجودی شب یلدا نمایان میشه ما روزهای طولانی خواهیم داشت و میتونیم زندگی بسیار خوب و خوشحال داشته باشیم. بسیار خوب. استاد چطور میتونیم به خاطر حفظ فرهنگ زیبا و جلوگیری از نابودی و فراموش شدن این فرهنگ ها کوشش بکنیم که توجه نسل‌های بعدی را هم جلب بکنیم و به اونا به نحو این پیام را برسانیم که بتونن در قسمت حفظ فرهنگ توجه داشته باشن و به خاطر از اینکه فرهنگ نابود نشه کوشش شان را داشته باشن؟ ما میتونیم از طریق برگزاری برنامه ها مثل که مطبوعات افغانستان خصوصا پس از سالهای 2001 و سقوط حکومت طالبان فعلا فعال است و دوباره اگر چین فرهنگ تا حدود در میان افغان ها همچنان به گوشه فراموشی گذاشته شده بود، اما پس از سالهای 2001 و پدید آمدن رسانه های جمعی توانسته این شب هم مردم تجدید کنند و یک پیام بسیار مثبت در رسانه ها میتونند دوباره در احیای فرهنگ نقش مهم بازی کنند. پانتون ها همچنان کنفرانس ها و برنامه های تجدید از جشن شب یلدا میتونند سبب احیای این فرهنگ ما شود، چون ما اگر در گذشته را با امروز مقایسه کنیم در گذشته انسان ها نسبتا نزدیک به هم بودند و از این روز و از این شب تجلیل میکردند و اما بدل از اینکه فعلا فرهنگ متحول شده خصوصا شبکه یا اینترنت وارد زندگی بشر شده، انسان قرن 21 که بشر در حقیقت مجازی ساخته و ما میتونیم از طریق برگزاری برنامه دوباره اما فرهنگ کهن و قدیمی و همچنان زیبای خود که برگزاری از شب یلدا است دوباره احیا کنیم. بسیار عالی استاد، یک دنیا تشکر میکنم از حضور شما در برنامه و از اینکه در رابطه با فلسفه شب یلدا صحبت های زیبایتان را از دیدگاه تاریخ با ما و بیننده‌های عزیز شریک کردین. اگر پیام و گفتنی از شما باقی مانده باشه هم بشنویم. تشکر، زنده باشین. خوشحال شدیم که شما همچنان موضوع بسیار خوب انتخاب کردین و چون بخش فرهنگ تمدنی ما رو تشکیل میده تجلیل از این روز تجلیل از بخش بسیار مهم تمدن کشور ما میباشه. سلامتی شما رو میخوایم و همه بینندگان عزیز سلامتی میخوایم. سلامت باشین استاد محترم، پیش از پیش شب یلدای شما همچنان مبارک باشه، وقت خوش داشته باشین، خدا نگهدار. تشکر، سلامت باشین، به شما همچنان تبریک باشه. سپاسگزار هستم از اینکه بیننده برنامه های ما هستید. اگر می خواهید برنامه قبلی ما را ببینید اینجا را کلیک نمایید. اگر می خواهید برنامه بعدی ما را ببینید اینجا را کلیک نمایید و اگر می خواهید به چینل یوتیوب تلویزیون جهانی آریانا بپیوندید پس اینجا را کلیک نمایید.